سلام همتنان عزیز. همتنان عزیز، شما که عدالت خواهین، من نمیخوایم زیاد گپ بزنم، فقط یک چند چیزی که ما امزو با نظر خود را میخوایم بهتون برتان. نظر من راجع به امی مهاجرت افغان هاست که از افغانستان هر کشور 20,000 یک ورختایی یک رقم که امریکایی هم خودتان دیدین که اونجا ورختا بود، یک رقم انگلیسی ها از هر کشوری که حالا در میدان هوایی کابل بود اما ورختا بودن، خیلی هم عجولانه مردم را می بردن در طیاره های نظامی داد. حالا میریم یک ویدیو است، این ویدیو از یک همشهری ما و شماست که در انگلستان زندگی مینه، روزنامه نگارم است، خودش خبرنگارم بوده، یعنی خبرنگارم هست. میریم این ویدیو را میبینیم، نظر از این دختر خانم را میشنویم میبینیم. در 15 آگوست 2021 وقتی که مجاهدین بر علیه رئیس جمهور اشرف غنی کودتا کردند، دولت بریتانیا اعلام کرد که 20,000 افغانی که جانشان در خطر فوری است اونا را به بریتانیا میاره. باور به خدا بکنیم به یک نفر ما فرمه خانه پوری نکردن، در حال که تمام اپا ما در افغانستان است. بخاطر که اونقدر شرف و وجدان دارم که برای کسانی است که فوری در خطر هستند، تمام کسانی که خبرنگاران زن، همکاران ما و نظامیانی که در افغانستان مرا میشناسن از رسانه اجتماعی و برای ما مراجعه کردن، ما وقتی مراجعه کردم به این پروسه که این پروسه تکمیل و بسته شده. 20,000 نفر را بریتانیا آورد، رسیدن به بریتانیا. 2,000 اینها در خطر فوری نیستند. توف به افغانیتتان، توف به وجدانتان، توف به شرافتتان که هموطن خودتان اینگونه به خنجر میزنین و دروغ میگین و فامیلایتان را آوردین، در حالی که کسانی که واقعا در خطر است در افغانستان و امروز طالب تیربارانش میکنه در افغانستان مانده، اون وقت فریاد میزنن اشرف غنی پولا را برد، اشرف غنی فرار کرد. خب نظر از این خانم را دیدیم شنیدیم که خانم میگه که اینجا از 20,000 2,000ش هم جانش در خطر بوده، بقیه از جانش در خطر نبوده. اینا به خاطر از اینکه در میدان هوایی کابل واقعا یک رقم شده که در بیرون میدان هوایی طالبان است، طالبان یک سری آدم ها را از قیافهش قضاوت میکنه، را نمیمونه که برای در میدان هوایی تا خارج شود از کشور، بر صورت که اونا مواسنادی چیزم داره که در دستش هست، اسنادش که فقط در میدان هوایی بره و او را از اونجا بکشه خارجی ها. حالا ما آرزو میکنیم که همه هموطنان ما، اونایی که هر کس اونجا کلگی آرزو میکنه خودش از افغانستان خارج کنه. حالا میریم یک ویدیو دیگر میبینیم، هموطنان قضاوت میکنیم که مولوی چی میگه، این رو با هم میبینیم. این وطن تنها مذهب حنفی میچله، دیگه مذهب نمیچله اینجا. با برادرهای فقه جعفری ما، با برادرهای شیعه ما که در افغانستان وجود دارن، شما بس کلامی داشتین، با تمام اصول از اونها، با تمام مسائل از اونها احترام داریم و شما ببینید که در طول تاریخ با اونها کدام جبر و ستم مشکلی وجود نداشت، فعلا هم نداره و در آینده هم ما تضمین از این میکنیم که انشاءالله اونها در تمام موارد مذهبی خود و تمام امور خود اونها آزاد خواهد بودن، هیچ مشکلی نخواهد داشت انشاءالله. این حکومت اسلامی یک خوبی دیگه داره که ضد سلفی است، نان میداد، لکن این نظام ضد سلفی است، این نظام ضد سلفی و وهابی است. فقط در این کشور مذهب حنفی میچره، دیگه مذهب نمیچره. بعد از این شما همکار به حکومت باشین، الله حکومت به شما یک نعمت داده، خوبی های عزیزه در طی یک هفته 20 سال حکومت کفری امریکا اینجا بود، همیشه در شما میگفتم که حکومت کفری است، نظام کفری است، مرا ملامت میکردین، لکن من میگفتم خیلی ملامت باشیم، الله مرا ملامت نکنه. حالا حکومت اسلامی آمده، فرض است بالای تانکی حکومت اسلامی را حمایه کنی، شما در پهلوی از این قرار بگیریم. در 20 سال ما و شما خوبی حکومت ندیدیم، ما و شما خوبی حکومت کفری ندیدیم. در طی یک هفته امنیتی که آرمان همگی ما و شما بود، تمام جهان کفر باشد و چنگ. خب این ویدیو را هم با هم دیدیم، این مولوی که متر که میبینید میگه که در افغانستان یک مذهب است که میتونه زندگی کنه، بقیه مذهب ها نمیتونه، بر صورتی که امروز به نظر ما که در قرن 21 هیچ قدرتی نمیتونه یک قبیله را یک قوم را محو کنه از کره زمین. ویدیو را دیدیم هموطنان عزیز، ما وقتی ویدیو را ساختیم منظور از این ویدیو نمی بوده که این در یک جای خوب طبیعی هم شوم که تا شما یک مقدار، شما وقتی دیدید یک مقدار روحیشم تازه شه. اینا منظور از این ویدیو است هموطنان،
که در این روزا واقعا وضعیت خراب است. یک دختر هزارگی که خلبان بود، پایلوت بود، پایلوت ارتش افغانستان، او رو شنیدیم خدا کنه خبر موثق نباشه، که از شبکه منوتو من این روز دیدم که او رو میگه سنگسار کرده و اینا دیگه، واقعا او جانش در خطر بوده. برای او اگر راست باشد که او سنگسار شده، پس کیها کی بوده که به طرف کشورهای دیگه رفته؟ برای سر دیگه یک خلبانی، اولین دختر، دومین دختر در افغانستان بود، خلبان بود، اونم که آرزو میکنم خبر دروغ باشه. و خیلی همین رقم هموطنان ما هست که اونجا مانده، ولی کسایی که رفته در آخر از این ویدیو، یعنی یک ویدیو دیگه است رو میبینیم، عکس همزی دختر رو میبینیم، همین خبر که ما دیدیم او را شات سکرین کردیم. در آخر هم یک ویدیو میبینیم که هموطنان ما که داخل تیاره رفته خیلی برش عجیب بوده، چون شاید اونا شنیده بوده یا مثلا کدام وقت اونا با تیاره که سفر کرده بوده سمت قندار یا سمت هرات، یک همچین تیاره ای را که امروز در این ویدیو که میبینیم که سوار شده برش خیلی عجیب است، چون سقفش، زیرش، بغلش، طرف طرفش ایران مانده که چه رقم تیاره است که قدر کلان است، نه چوکی و نه یه چی نداره داخلش، نه چوکی، نه میز، نه یه چی. و این یک دختر خارجی که ارتش است، حالا ارتش امریکایی کجایی، او هم که میگه که اینا را میگه که خوب شفت شفت بشینید، که چون در بین هر کدام از این تیاره 800 نفر اونا در روز، در فلایت 800 نفر را به خود می برده اونا، ایران می بینید کلن. آرزوی جان جوری و خوبی میکنم برای تمام شما وطنداران در هر جایی که هستین. هموطنان عزیز، کوشش کنیم ما و شمایی که در کشورهای دیگه آمدیم دیدیم که زندگی انسانی یعنی چی، زندگی که با هم زندگی میکنن انسان ها، اصلا دین مذهب برایشان مطرح نیست، نژاد مطرح نیست. کوشش کنیم که دنبال عدالت باشیم، عدالت خواهی کنیم برای کسایی که واقعا مظلومن دیگه، علا از هر قوم و قبیله ای که باشد در افغانستان، از هر دین و مذهبی که باشد. آرزوی موفقیت برای شما و آرزوی از این که شما هم صدا شوید با کسانی که دنبال عدالت هستند. روز و شب خوش برای تمام. Let's have a chat. What's up? Let's have a chat.